امروز اعتصاب عمومی و تعطیل ادارات، کارخانه‌ها و مدارس در اکثر شهرهای کشور ادامه یافت و کار اعتصاب به ایلام، مهران و شهرستان قم نیز کشیده شد. فردا صبح اعتصاب‌ها پایان خواهد یافت و منابع خبری گفتند در آستانه سالروز 18 تیر ماه مردم سراسر کشور خود را آماده کردند تا فردا در خیابان‌های پایتخت بار دیگر همبستگی، اتحاد و قدرت خود را در دفاع از آزادی به نمایش بگذارند. جمهوری اسلامی از دیروز SMS ها و سرویس پیام کوتاه موبایل را مسدود کرده است. منابع خبری گفتند علی‌رغم این اقدامات مردم امروز با تماس با یکدیگر می‌گفتند همه با هم فردا در خیابان‌ها. به گزارش منابع خبری، تحلیلگران و مفسران سیاسی که برگزاری نشست 8 کشور صنعتی جهان در ایتالیا را دنبال می‌کنند، بر این باورند که مردم ایران با بزرگداشت سالروز 18 تیر ماه و خروج از خانه‌ها می‌توانند بار دیگر خواست بر حق خود را که همان استقرار آزادی و دموکراسی است نشان دهند و از آنجا که این کشورها اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی را در روزهای اخیر به زودی طی بیانیه محکوم می‌کنند، رهبران جمهوری اسلامی قادر به سرکوب و یا اعمال خشونت در برابر تجمع آرام و مسالمت‌آمیز مردم نخواهند بود. فردا خیابان‌ها در شهرستان‌ها و تهران در تصرف مردم خواهد بود. از سوی دیگر جبهه متحد دانشجویی در تهران بار دیگر با صدور اطلاعیه مردم را فراخواند تا فردا پنجشنبه در یک راهپیمایی مسالمت‌جویانه بدون دادن شعار شرکت کنند. این جبهه دانشجویی محل میدانها و خیابانهای مسیر راهپیمایی را اعلام کرده از ساکنان پایتخت خواسته است تا در هر کجا زندگی می کنند از خانه ها بیرون آیند و با راهپیمایی خود سالروز 18 تیر ماه و حمله ددمنشانه به فرزندان ایران و دانشجویان را گرامی بدارند. به مناسبت فرارسیدن 18 تیر ماه، سالروز جنبش دانشجویی شاهزاده رضا پهلوی پیام مهمی خطاب به مردم ایران فرستاد و با سپاس از ایزد یکتا که به این سرزمین جوانانی عطا کرده است که هم خردمند، هم دلیر و هم تشنه آزادی اند و هم جوینده راستی و حق، از پدران و مادران ایران زمین نیز سپاسگزاری کرد که در سیاه‌ترین دوران روشن‌اندیش‌ترین فرزندان را پرورده‌اند. شاهزاده رضا پهلوی در پیام خود با اشاره به سالروز جنبش دانشجویی در 18 تیر ماه گفت نبرد امروز ما با این حکومت ستمگر جز برای آزادی و مردم سالاری نیست. روشن است که این نبرد که نبردی است به دور از خشونت و مبتنی بر بالاترین ارزش‌های انسانی برای ابراز وجود نیاز به جواز ندارد و شما با اعتراض‌های متمدنانه و پیوسته‌تان به جهان نشان دادید که برای حکومت کودتایی حقانیتی قائل نیستید و دولت زورمدار و مردم ستیزی را که تقدس صندوق رأی را لگدمال کرده است به رسمیت نمی شناسید. فرزند شاه فقید ایران در پیام خود افزوده است آشکار است که هر گونه راهپیمایی و دادخواهی که بنابر روح تمدن پرشکوه ایرانی مسلماً به دور از هر گونه خشونت انجام می‌گیرد نیازی به مجوز از هیچ نهادی ندارد و در اینجا من به مسئولان درجه اول این جمهوری اسلامی و ضد ایرانی گوشزد می‌کنم که مردم ایران زمین به عنوان یگان مالکان این آب و خاک مجاز و مختارند که تا رسیدن به آزادی کامل در هر نقطه از سرزمین خود و هرگاه که خود مایلند و تشخیص می‌دهند به خیابان‌ها و میدان‌ها آمده دست در دست هم و دوش به دوش یکدیگر صدای دادخواهانه خود را به گوش جهان برسانند. به خود آیید، دست از ویرانی برکشید و فریاد آزادی را بشنوید و سر راه مردم کنار بروید. فرزند پادشاه فقید ایران در این پیام تأکید کرد ایرانیان، پایداری و همبستگی میلیونی شما مافیای حکومتی و دستگاه‌های سرکوبگرش را
به هراس انداخته است. حکومت اسلامی امروز در بدترین شرایط روحی به سر می‌آورد، در حالی که پیکار هوشمندانه ملی در آستانه فازی نوین قرار گرفته است و امروز پیکار ملی می‌رود تا در این فاز نوین فردای فرای راهپیمایی‌های خیابانی و شعارهای شبانه سلسله اعصاب رژیم را نیز هدف قرار دهد، فازی که در آن هسته‌های مقاومت مردمی در سراسر کشور و در میان همه طیف‌های اجتماعی تشکیل شده است و مبارزه از طریق انجام اعتصابات سراسری گام به گام تا فروپاشی کامل و نهایی رژیم و برافرازی حکومت مردمی قانونی و مدرن به پیش برده می شود. من برای رسیدن شما به هدف عالی و غرورآفرین با تمام توان با شما خواهم بود. خداوند نگهدار ایران زمین باد. از سی دیگر شش گروه سیاسی اپوزیسیون، حزب دموکرات کردستان ایران، حزب کمله، سازمان اتحاد فدایان خلق ایران، سازمان فدایان خلق ایران اکثریت، شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران و شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لایک با انتشار بیانیه مشترک به مناسبت سالروز هجده تیرماه ضمن حمایت از مبارزات مردم ایران در هجده تیرماه از ایرانیان دموکرات خارج از کشور خواسته شده است که در حمایت از مبارزان داخل کشور و به مناسبت دهمین سالگرد هجده تیر افکار عمومی جهان را از خواست مردم ایران آگاه کنند. امروز ایرانیان مبارز و آزادی خواه در پاریس ساعتی پیش همراه با اعضای مختلف سندیکا و اتحادیه‌های دانشجویی و کارگری در اعتراض به جمهوری اسلامی و سرکوب مردم ایران در برابر ساختمان شهرداری پاریس از ساعت 6 بعد از ظهر دست به تجمع زدند. در این تظاهرات شهردار پاریس به نمایندگی از مردم پایتخت فرانسه حضور داشت و حمایت خود را از مبارزات آزادی خواهانی مردم ایران اعلام کرد. ایرانیان مقیم پاریس با هر عقیده و اندیشه‌ای به طور یک پارچه فردا پنجشنبه از ساعت 6 بعد از ظهر از میدان سوربن تا شهرداری پاریس دست به راهپیمایی می‌زنند و حمایت خود را از مبارزات برحق مردم ایران در درون کشور اعلام می‌کنند و سالروز 18 تیرماه قیام دانشجویان را گرامی می‌دارند.